اون ور نقره‌ش هست که از سفیدش یه مقدار قیمتش گرون‌تره. بفرمایید. در قیمت اینا چقدر بود؟ این یخچال معمولیامون در میاد 950 تومن. اینا سای بای ساید 1,500,000. بله. یخسازم داره. آره اینا داره. این هم این خیلی خوشگله. خیلی خوبه. بله. رنگش هم خوبه. نقره خوبه. همین می‌زنه واسه اون فاکتور. هر چی میلتونه. بله. بفرمایید. دست شما. یخساز داره هم آوازش میاد. مادر دو تا تون آدمی. یا تو بین بزرگی می‌خواید چیکار نگی؟ دفعه پیشم حمید همونه پسندید. بفهم گفتم فاکتورشو بنویسه دیگه اینجوری بهترم هست دیگه سال بعد نمیگه از این خوشم نیومد یه دونه دیگه بفهم دور بیام اینو بگی خوبه دونه 500 تومن فرقشه آره میدونم حل بابا نگران نباش خودم میدونم تموم شد نراشون آقای یک چل نمیخوای بخری فکر چیزای دیگه تام باش مامان خودش میخواد بده خیلی آقا رفی بله میشه من الان 1,000,000 تومن اینو بدم بعدم بقیه‌اشو بیارم برات والا کلا فروش ما نقدیه ولی اگر اونجوری بخواین یه مقدار قیمتش فرق میکنه چقدر؟ باید حساب کنم حساب کن بگی اینجا یه لحظه میگم چی جایی؟ قبول نمیکنم من میگم من خودم میخوام بدم من چی بگم؟ بقیه شما هم خودم میدم با زندگی خودم میشناسیش من نمیخوام تو گرده سر بیفته قسطه میخوام بدم من دل نقد میخوام بشون بدم دوست نداره تو بدی یعنی چی که دست میکنی یا نه اگه خودش نمیخواد اگه بودستم بذارم خودش بده که همون 2 سال پیش گذاشته بودم خودش بده رفته آن سر خونه زندگیشون آقا رفی حساب کردی؟ بله چند ماه پرداخت میکنی؟ شما بگو 5 ماه 180 تومن میاد روش یعنی آخرش چقدر میشه واسه ما؟ 1,680,000 بفرمایید اینم کارت دعوتتون. مامانم گفتن که خوشحال میشیم تشریف بیارین. خانم جان. چای نه انگشتم. چای. دست در نکنم. کاری، کمکی چیزی هم اونجا نگه هست. رو درگوسی نکنیم. بالاخره هر چند مامانت ما رو قبول نداره ولی ما ناسلامتی عمو عمه عروس حساب میشیم این چه حرفی عمو جان شما بزرگ ما این عمه جان مسعود میاد دنبالتون دیگه اگه سریا میخواست من بیام خودش احترام میذاش میومد دعوتم میکرد مامان جان علی قربان تو این حرفا چیه میزنی زنده خودت کارش نداره آره منو الان زود شخصا فرستاده خواهر زشته عروس دختر برادرم بلکن معلوم کمو که اصری چیزی که ندارم نه امو جان خدا رو شکر که پول کلی مشکلاتمون رو حل کرده خدا رو شکر الحمدلله اتفاقا میخواستم ببینم اتون همینو بهتون بگم حالا یکی دوما اشکالی نداره پولتون دست این یارو بمونه اما بعد که مشکلتون حل شد و همه چی رو غلطک افتاد باید مامانتو بشینیم راضی کنیم بره پولشو از این یارو پس بگیره نمیتونم والا باید مامانو راضی کرد به خدا همون جان شما تو بازار نیستین نمیبینین تو همین جریانا چه بلاهایی سر ملت میاد شما این پولو گرفتین که مشکلتون حل شد حالا که مشکلتون حل شده باید بریم پولتون از این یارو بگیریم درست نیست پولتون اینجوری بمونه دست این یارو با این پول میتونین یه خونه یا همون خونه قبلیتونو بریم بخرین اما مطمئن باش درست نیست پول دست این یارو بمونه چشم فقط عمو جان تو رو خدا عمه رو راضی کنیم بیاد عروسی نگین خدا خیلی خوشحال میشه خوش چی شو؟ هیچی فاز گرفته نمیادش دیگه هرچی اصرام کنیم بدتر بریم خدا عمو جان خدا حافظ خدا حافظ نه نه قربونت خدا حافظ سلام برسون خدا حافظ دو تا کرکس عاشق
خوش بگذر اون شب آخر آهله ببینم برا بگی جون هنوز هم فرصت داری یا میتونی پشی موشی از فردا قربونت برم فداشم تموم شد چپ بری راست بری میخواد به گیر بده فقط حمید مونده بود یه رفت قاطی مرغاد یا شما آشقانه موندین تنها بچه بزرگ کنم برای همین دیگه دختر باشه میان میبرنه پسرم باشه میره نمیذارم بعد خودش میره پسر باشه خودش مادر میخواییم من برم اون برم نه بابا کجا برین نه بابا ما تعمل میکنی دیگه یکی دو ساعت دیگه شما اهل این رسم و رسومات خرجدار نبودی من نبودم زنده من چقدر گفتم برای تو این چیز بگم شما گفتی نگیری مسعود ناراحت میشم شما نگفتی اون موقع خوشم نمیومد نفسم بفهم البته مسعود جان الان میتونی جواب مهم مادر زن سلام گفتن وگرنه طلا اینجوری چیزی که چرک و کف رو داشتم برم یه چیزی واسه شما گذاشتم کنار بیا این وظیفه شما بود زنده سه شوهر براش گرفتیم یه ماما بودا این هم موقعی اساس کشی زیر خیلطو برتای خواهید بده کنم مادر نوبه تو به همین بده بهش نکن بچه سلام حمید جان عزیزم این روزا احساس میکنم که تمام وجودم پر از امید و سرخوشی نکن بچه اه چیز بدخط نکن تو رو خدا زرسه این روزا احساس میکنم مال نگیره نکن تو رو خدا زرسه بدخط نمیشه و احساسی که به تو دارم را نمیتوانم بده بچه منو سکته کنیم رویاهایم را در قلبم نگه داشتم نظر بخونه بذار بخونه چی نوشته توش مگه نامات نمیخونه نه ازیادش نگم بده او ازش بگیر همه نه میخواستم مسعود خجالت ازش بگیر همین نظر بخونه همین خاک بزن کسی نکن اونطوری بابا همین میگم ماما خیلی رویش بهتر شده ها حالا با پول همینه دیگه اصلا آدم زنده میکنه دیگه اتفاقا میگم از این وقت باید بیشتر بهش سر بزنی تنهاش نزنی نه بخواد فکر هیچی دیگه نباشه قربونت برم این موبایل بازیت هم بذار کنار به خدا کار و زندگی میندازاته اینجوری خوبه که عوضش هر موقع دلت برام تنگ شد قله قافم باشم اینجوری پیدا کنم میگم یعنی بچسب به درس و مشقت پس الان دارم چی کار میکنم مامان خدای جونم با این همه زحمت میری با این همه زحمت میای خدای نکرده زبونم لال اگه نتیجه نگیری پشت گوشتو دیدی مهندسیت هم دیدی بسر زیادی نگران خانم رنج بده دست درد نکنه برو خدا حافظ آتا آشغال نخوری غذا حسابی بخور خدا حافظ سایه خانم به امون خدا به امون خدا دست درد نکنه همین جان خدا حافظ خدا Thank you.
پویه دیگه من پیاده نمیشم. خواهی نداری؟ تو تو روز نخوابی ها حواست رو رانده پویه خیلی مراقب خودت باش خوب؟ باش رو رو میخوام اینا باش رو باش رو باش رو باش رو باش رو رسیم زنگ بزن خلاکی چی کیفه تا بخور به تو کنم یه زنگ بزنم باش رو زنگ بزن بول داری؟ آره بابا مطمئنی؟ زنگ بزنم خداحافظ. بریم؟ بریم خواهی بمونم تا بره ها؟ چطوره؟ بابا نکنی اینجوری دوباره اتوبوس میگردی؟ دوباره اتوبوس هم میگردی؟ کجا بلیط بگیرم؟ باشه خدا هم خدا باشه. صندلی چهار. یه لحظه. صندلی چهار. بفهمید بشین. با تزولو تو داشت میزبا. سلام. پویا تو اینجا چی کام کنی؟ صندلی اینجا. ها؟ نهاش دیگه خیلی جالبه من اصلا نه صد تا صلوات نذر کردم عمل نخواد همین از دوباره خرج و گرفتاری و شما هم استراحت نمی‌کنی. استراحت چجوری؟ چجوری نداره استراحت مطمئن. حالا این پیش خودتون باشه من به دکتر نشونش بدم. من دارم میرم. بذار پیش خودت باشه. چیکو پیک کردی؟ زود میری؟ واسه آرزو میگفت قصه این ماهو بیارم بهتون بدم. ها نیاره بده. نه منظورش این نبود که کلا نده. میگفت اگه می‌خوین خرج الکی و اینا بکنین بذار همه رو سر ما یهو بهتون بده. بگو خرج الکی نمی‌خوایم بکنیم. بیار بده. حالا بهش گفتم ممکنه واسه جراحی و اینا احتیاج ولی کار به جراحی اینو نکشین این پوله رو به یه دری بزنیم دیگه سرمایه گذاری کن. سرمایه گذاری چی؟ مثلا یه ماشین چیزی بخرید. برای خودتون میگم بریم زیرپاتون بشه بابا. آخر عمری. چه رفتی دارم تصدیق نداری؟ دارم. مال 20 سال پیشه. موش جلدش هم خورده. حالا اشکال نداره خودم براتون میگم. دست درد نکنه برو سر کارت ببینم. میگیرم جدی میگم و بهش فکر کنی. چش خدافظ. خدافظ. آقا من پولمو میخوام پولمو بده یک قرون دوزار که نیستش که بیچارمون کردی زندگیمونو مختل کردی خانم صوتی شما مگه منو نمیشناسین مگه من مریضم شما رو اذیت بکنم من همین الان باید یک کاری بکن همین الان مثل اینکه طلب دارم من ازشون بگیرم از آورزا طلب دارم بله فکر میکنم اینقدر دندون رو جگر گذاشتم که به این روز افتادم بیتر لطفا آقا شما دخالت نکنید خانم ما اینجا آبرو داریم به خاطر همین اومدم اینجا خانم چته؟ به شما ربطی نداره. یعنی چی به شما چه ربطی داره؟ اینجا بیمارستان عرض میکنه. هر خراب شده ای میخواد باشه. من تا پولمو نگیرم همین بساطه. پول چی میخواد آقا؟ من نمیدونم چه وضعی داریم. دو دقیقه تحمل کنید لطفا. آقا این جنگ و دعوای شما چه ربطی به من داره؟ من مریض دارم. مرتضی جان رو بندازین کار مردم رو تو رو خدا. خانم سووتی اینو بدین به من. شما دو کلام حرف حساب سرت میشه یا نه؟ خیلی وقته که داری منو سر میدونی. حالا میخوای حرف حساب بزنی؟ الان بهت حرف حسابو نشون بدم. حرف حسابی بهت نشون بدم که خانم برین کنار ببینم. آقا بفهم اینا فرشته. بفرمایید. اینم حرف حساب. سرت میشه یا نه؟ باشه زشته به خدا زشته. از شما وعیده. باشه مریض اومده. بگیر اون بعد ببره. باشه خانم عزیز. اینجا که جای این کارا نیستش که. خدا اینا رو رد کن. برن. بفرمایید. آقایون بفرمایید. خانم ها بفرمایید. بفرمایید. خانم بلند شو. اگه پا نشی خودت با جواب حراستو بدی ها. خانم سمتی. خوشو خوشو تو رو خدا شب بیا در مغازه من اونجا جور میکنم بهت میدم دیگه شب و مغازه اینا رو بنداز دور خب پس من الان چیکار باید بکنم ها
از این میدم میدم ها خیلی به من گفتی. همین الان باید جورش کنی بدی. آخه من تو بیمارستان چه جوری جور بکنم بدم بهت؟ مگه تو حسابداری نیستی؟ این همه پول تو حسابتون میریزن. خانم مگه به حساب من میریزن؟ وای! هی وای تو رو خدا یکی بیاد منو از دست این زن دیوانه نجات بده. جریان چی آقا رضا؟ چی شده؟ تو رو خدا اینو بردو ببر بیرون، بیمارستانو گذاشته رو سرش. بفرما خانم، بفرما اینجا جا مرکه گرفتن نیست. بفرما خواهش میکنم. آقا به من دست زدی نزدی یا؟ ای بابا خب آرومتر حرف بزن ببینم مشکل چیه؟ مشکل من پوله که این آقا میتونه حل کنه. چقدر ازش میخوای؟ وگرنه تا شب هم اینجا میمونم. چقدر ازش میخوای خانم؟ خودش میدونه چقدر. آقا رضا، مگه چقدر؟ خدا الان وقت این حرفا نیست، ببرش بیرون من توضیح میدم. آقا رضا آخه زنه نمیشه که اینا رو که میتونی ببری، اینا رو ببر. بفرمایید بفرمایید چه نیست. بیا بریم خانم. خب مگه پول نمیخوای؟ بیا بریم بیرون بهت بدم. تا پولمو ندی من از جام تکون نمیخورم. شما خانم چیه جریان نیست؟ چیه اینجا استادی؟ مرتضی جان دست چه منو بده که شد. خانم من با شما بودم. چی بیا بریم. چیه خانم چیه اینجا استادی؟ خواهشم بکنم بکشم. بفهم بشم. خیلی دوستی هم دست شما درد نکنم. خواهش خدا خدا حل شده برسیم. رضا امروز رو فرم نیست، برو خونه یه استراحتی بکن، من به همه کارا میرسم. ببخشید آقا رضا جان، یه لحظه وقت بدید. ببین میشه بعدا با هم حرف بزنیم؟ نه زیاد وقت تو رو نمیگیرم. آخه الان مثلا حالم خوب نیست. الو بلا خوبی؟ من دارم میام دنبالت. نه دیگه کارم تموم شد. آقا رضا مشکلتون حل شد؟ از صبح مهمونی بودی بسد نبود؟ ببین بیام یا با تاکسی میای؟ رضا فکر کنم مال ایناست، مهمونی دارم. بیا مامان یواش وایسا وایسا.
سرهنگ کجاست؟ کجاست؟ تو اتاقش نیست. یعنی چی؟ مگه سرای خانم پیشش نبوده؟ سرای خانم که قراره 2 ساعت دیگه بیاد، تازه اگه بیاد. لیلا تو پیرمرد رو ول کردی رفتی مهمونی؟ تا همین چند سال پیش یه گردان بدون اجازه من چشماشون رو تکون نمیدادم. حالا خودم واسه هر کاری باید از پسرم اجازه بگیرم. عیب نداره بود. این دو ماه که همیشه جفت و جور شد، الحمدلله یه نفس راحتی کشیدم، یه ذره حواسم جمع خودم شد. تمام زندگی رو چشیدی؟ آره والا، این برق گذاشتن دیگه هر یه روزش یه سال نیست. شکر خدا. فکر میکنی به خاطر چی بود؟ پول. حالا اسمی شده پول؟ منتها نمیدونم چرا باز این دل بی صاحب موندم شور میزنه. سلام. سلام. سلام آقا جون. آقا جون کجا بودی؟ من داشتم میومدم تو خیابونا دنبالتون بگردم. بچه تا تو قنداق شیر میخواد. یه سالش که شد و شروع کرد به راه رفتن، دل شیر میخواد. حالا منم سر پیری شدم بچه شما، تازه از قنداق در بود. رضا جون دل شیر داشته باش. خب آقا جون حداقل یه خبری چیزی به ما میدادین. آقا جون همه جای خونه رو دنبالتون گشتیم، کجا رفته بودی؟ دلم پوسید تو این خونه، گفتم بریم پارک یه دوری بزن. پای پیاده؟ تو میومدی ما رو ببری با ماشین؟ خب آقا جون اگه یه اتفاقی براتون میافتاد، خدای نکرده میافتادین، یه بلای سرتون میمد، ما باید چی کار میکردیم؟ سرای خانم اینجا چی کار است؟ خیلی خب، حالا شما بفرمید داخل. بفرمید. بلم کن، بلم میرم. سرای خانم شما امروز زودتر از بیمارستان در اومدین نه؟ مرخصی گرفته بودم. آخه به خاطر آقا جون؟ همینجوری. بابا، عمو حمیده. من الان هر چی دارم فکر میکنم میبینم که شما دیگه اصلا نیازی ندارید. اگه کاری هم داشته باشید، خب من هستم، لیلا هستش، باران هستش، انجام میدیم براتون دیگه. نه، نمیخوام مزاحمتون باشم. شما الان دقیقا چه کاری نمیتونید انجام بدید؟ رضا جون، مگه فقط خورد و خوراک و تمیزکاریه؟ من تنهایی تو این خونه دلم میپوسه. آخه الان برای سرای خانومم سخت شده پدر من.
حالا تو اون وقت میگفتیم شما بیهوشید، ایشونم میومد هر کاری هم داشتید انجام میداد. الان واقعا من دارم میفهمم عذاب داره میکشه. اگر مشکلی داشته باشه خودش زبان داره، میاد میگه. چه اصراری میکنی؟ شما وسط دعوا نرخ تعیین نکن لطفا. بعدن شما اگر واقعا برای دلتنگی و این چیزا میگین، من یکی از بچه‌ها رو میفرستم روز دو سه ساعت بیاد سرگرمتون کنه. دیگه چی؟ لازم نکرده. چه فرقی داره؟ آقا من نمیخوام سرای خانم بیاد اینجا دیگه. چی میگی؟ پس فردا بچه‌هاش بفهمن شهر میشه لیلا. چطور بعد این همه مدت یادت افتاد؟ آقا جون از قدیم گفتن شریک تو خونه راه نده. حالا از فردا میخواد بیاد اینجا، چپ میره راست میاد، من هی باید توضیح بدم چی شده چی نشده. بعدم تو این اوضاع بعد چه پولی ما خرج بکنیم؟ هی من خودم پولشو میدم. تو این چند ماه هم هر چقدر حقوق بهش دادی حساب کن خودم بهت میدم. دیگه هم اینقدر راجع به این موضوع با من بحث نکن. از این لحظه به بعد دیگه جریان من و سارایا خانم تو این خونه به هیچ کی ربطی نداره. میفهمی؟ بله. بهتری که فهمیده باشی. نه دیگه میمونم تو ماشین و اصفایی کن بگو خسته هست. کیه؟ ماما منم نگی طلب مادم بیا تو قربونت برم. آره بیا تو. چی
چیکار کردی نگین دستت درد نکنه. حمیده بیچاره تا اینجا کشتی که واسه من دلمه بیاری؟ او از گلوم پایین نمیره. دیگه مادر زن زنون شد. نه او یه ذر شیرینیش کمه. همه چیشم بسته. بی خود نگو. چی شد شام نپختی حالا؟ حوصله ندارم بولا. عاشق شدی یا مامان؟ ببخشید. خب جاتون خالیه. هم تو هم پویا. آره خب پویا که خیلی بیشتر البته. برم مامان حمید معطل گناه. تو حمید نیومد. نمیاد خسته است. به خدا خسته است نمیاد. بهش گفتم نیومد. مامان جایی داری میری؟ نه مادر خرت و پرتای بابا. بهت میگم عاشق شدی یا. نگو فیلت یاد هندستون کرده نه؟ چیه اینا؟ وای این پیرنه. چقدر دوستش داشتی. عاشقش بود. هی بهش گفتم بپوش. اینقدر نپوشید مادر تا نوند. حالا به حمید میگم فردا بریم به زهرا. فردا هزار تا کار دارم بچه. مامان چی کار داری؟ ول کن کاراتو. بذار واسه یه روز دیگه. این چند وقت نرفتیم به بابا سر بزنیم؟ چشم. سلام. امیر جو سرعی خانوم. پس چطور انقدر زود تعطیل کردین امروز؟ وای صدا قرعه کشی تمام شد تنسون اومده. سلام. سلام. خسته نباشید. خانم از این نیومده بود. سخرانی هم نداشتیم. سریع رفتیم سر اصل مطلب. اصل مطلب؟ از شما بعید سرعی خانوم. چی از من بعیده؟ بله دیگه خانم جلسه ها رو تشریف نمیارم، فقط موقع قرعه کشی میام. به قرآن خیلی گرفتار بودم که نشد. یعنی واقعا خبر نداشتین؟ از چی؟ خوابی، رویایی، چیزی ندیده بودی؟ اینقدر سر به سرم نذار بابا، مثل بچه آدم بگو ببینم چی شده. بابا این بنده خدا روحش هم خبر نداره. بابا اگه خبر داشت که دیر نمی اومد. بله دیگه خانم ماشاءالله هزار ماشاءالله وضعشون اینقدر خوبه به این واما نیازی ندارن. وام؟ به سرم کردی. به اسم من افتاده دست دارم. مبارکت باشه. ایشالله واسه شما. چه شانسی. ایشالله شانس شما. تبریک میگم. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. خدایی سرای جون. به این وامه نیاز داری. برو پی کارت. به ما که رسید شد حلوه خیرات. بده من ببینم دفتر تو. چونه من ببین پوله رو میخوایی چی کارش کنی؟ میخوام بذارم تو جوب. میخوام چی کارش کنم؟ حداقل آدرس اون جوبه رو بده سارای جون. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. مبارکت باشه. دست درد نکنه. درد بی درمان من گفتنی نیست، واجه ای لب و نکرد با نفس خسته شعر بی آغاز و انجام سکوت در اجاق سینه من روشنی نیست، ابر بی باران شده ابر آتش، روح من بیگانه شد در قفس بسته تا خشت خانی در کجراه خاکم، تا سرعی آسمانم دیدنی نیست، امانم بده در این بی کسی که در خود شکست آینه باور من، امانم بده در این بی کسی که در خود شکست آینه باور من. قصه از آغاز پایانی ندارم، زخم عشق دوست درمانی ندارم، با نجواهای ما را با خودش با راز ما پیدا.
گفتنی نیست. واژه ای لب و نکرد با نفس خسته من، شعر بی